وکیل، نام تو واژه‌ای بی‌دلیل، اسم تو سایه عدل و داد، راه تو راه ناب و اصیل. پشت پروانه هر وکیل شعله های شرافت بپاس، رمز احقاق حق و حقوق در نهاد وکالت بجاست. با درود و عرض ادب، روز هستم از مجموع جوایز پارسی در تورنتو، در خدمت میهمان بسیار عزیز امروزمون جناب امید دارابی، وکیل، پژوهشگر موسیقی و هنرمند از کشور عزیزمان ایران میباشیم. جناب دارابی، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خیلی خوش آمدین. درود بر شما و سپاسگزارم که آغاز برنامه رو با این شعر بسیار زیبا و پرنغز و مغز به اصطلاح استارت زدیم. خیلی متشکر هستم و خیلی خوشحال هستم در خدمت شما و مخاطبین شما هستم. میشه سپاسگزارم از حضورت. بود با شهری که در ایران در آن به دنیا آمدید. میکنم همونجور که فرمودید، من امید دارابی هستم و در جولای 30 جولای 1977 در یکی از شهرهای توابع کرمانشاه به نام شاه آباد غرب، که در حال حاضر تغییر نام گرفته به اسلام آباد غرب و جزء شهرهای تاریخی ایران باستان است. این رو من نمیگم، میتونن دوستان به گوگل مراجعه کنن. در گذشته یک عبارتی بوده به اسم آب روی آبا، یعنی جایی که منطقه رو آب گرفته و این منطقه به اصطلاح در دوران ایلامی ها و پیش از ایلامی ها آباد بوده، محل زیستگاه بشر بوده و اشیاء تاریخی بسیاری از اونجا کشف شده. بنده در اونجا به دنیا اومدم. دقیقا زمانی که به دنیا اومدم در ایام خردسالی جنگ بین ایران و عراق شروع شد و متاسفانه خاطرات خوشی ندارم از اون ایام. خدمتتون عرض شود که تا دوره راهنمایی من درگیر پروسه جنگ بودیم و مدام در حال فرار و آوارگی و مهاجرت به اطراف شاهباد غرب بودیم. با این اوضاع خب مجبور بودیم مدرسه بریم. بعضی موقع مدارس در یک روستایی که بودیم مدرسه وجود نداشت، چند تا روستا رو جمع میکردن که همه اونا موف میکردن به یک روستای دیگه که برن اونجا مدرسه، یعنی 4-5 کیلومتر پیاده روی داشت، رفت و برگشت 7-8-10 کیلومتر میشد و ناچار بودیم در اون شرایط بد و در اون مسیرهای بد این دوران رو بگذرونیم برای که به مدرسه بریم و برگرد. و حتی مدارس جالبه که مختلط بود، اون موقع اینقدر محدود بود، این هم مختلط. و هر تقدیر دوران خردسالی تا دبیرستان خیلی کوتاه بگم خدمتون، در این شهر بودم، بزرگ شدم و خیلی علاقمند به ادبیات بودم. از طرف کرمانشاه، استان کرمانشاه، کاندید شرکت در المپیاد ادبی بودم در هند، ولی بنا به مسائل شخصی انصراف دادم نرفتم. بعد علاقه داشتم به حوزه حقوق و همین مناسبت به تهران مهاجرت کردم جهت ادامه تحصیل. در کنکوری که در دو کنکور متفاوت در آزمون شرکت کردم، هم در رشته علوم سیاسی و هم در رشته حقوق پذیرفته شدم. از رشته علوم سیاسی انصراف دادم و رشته حقوق رو ترجیح دادم. بعد از اینکه گراجویت شدم در رشته حقوق، باز در دو تا آزمون شرکت کردم، آزمون قضاوت و وکالت، در هر دو با نمره خوب پذیرفته شدم و یک مدت خیلی خیلی کوتاهی رفتم سراغ قضاوت که کارآموزی کنم، ولی انصراف دادم. رفتم خدمت سربازی که بتونم وکالت رو به عنوان شغل نهاییم انتخاب کنم.
چون در قضاوت اینطور نبود، شما میتونستید برید و تعهد خدمت بید. من رشته به اصطلاح فن وکالت رو ترجیح دادم و رفتم سراغ وکالت. الان چیزی حدود 14 سال خورده‌ای است با احتساب ایام کارآموزی، نزدیک 15 سال است که من به وکالت مشغول هستم، هم در داخل ایران هم در خارج از ایران. برای ادامه تحصیلم حدود 4-5 سال پیش من به کشور سوئد مهاجرت کردم. مدت کوتاهی، کمتر از یک سال، در یکی از دانشگاه اون شهر، در اون کشور، در شهر بکو مشغول به تحصیل شدم. خاطر شرایط جوی و مسائل اختصاصی که خودم داشتم انصراف دادم و به کشور هلند رفتم و در حال حاضر اونجا مشغول تحصیل هستم در رشته ریال استیت منیجمنت. و قصدم این هست که بعد از اینکه گریجویت شدم حقیقتا برم سراغ موسیقی، یعنی در یک رشته ای از موسیقی تونم ادامه تحصیل بدم، یک چیز مستقلی از رشته و فیلد و به اصطلاح کاری. از اساتیدی که به هر حال تو این رزومه پرباری که تا این سن داشتید نام ببرید و یا افرادی که به شما کمک کردن که به این جایگاه برسید. مورد حقوق، من حقیقتا یک وضعیتی داشتم که قائم به شخص بودم، یعنی مشوق خاصی نداشتم و اساتیدی که بخوان من رو ساپورت کنن کسی رو به ذهنم نمیاد، یعنی کسی باشه که من رو در این خصوص حمایت کرده باشه. کلن اینا همه برمیگرده به آن چه که در ذهن من بوده، برای اینکه این پرپز من بود، یعنی من میخواستم به اینجا برسم. کاتوزیان و استاد آخوندی بودم. اینا استاد کاتوزیان رو که تقریبا حقوقدان همه میشناسن، ناصر خان کاتوزیان که ایشون چند 4-5 سال پیش فوت کردن، همچنین دکتر آخوندی هم همینطور، ایشون هم بسیار شریف و محترم بودن و از قضات رژیم گذشته بودن که بعدا استاد دانشگاه شد. ولی جذابیت این گفتگو این هستش که ما جناب دارابی رو از زبان خودش میشنویم ازش و این خیلی برای من مهاجرت کرده از زمان کودکی، از شهری که به دنیا آمده، از استانی که درش بوده به تهران و از تهران به اروپا به هر حال مهاجرت کرده. اگر بخوام نظرتون رو بپرسم یا توصیه هایی اگر داشته باشه، مهاجرت یک عنصری هست که هم تردید داره و هم مزیت داره، یعنی میتونه شما رو با شکست مواجه کنه اگر پلن و برنامه درست حسابی نداشته باشید، و هم میتونه که یک به اصطلاح پوستر، به اصطلاح یک وضعیتی ایجاد بکنه که شما رو از یک نقطه بسیار خفیف به یک جهان متعالی برسونه. بستگی داره که شما چه پلنی داشته باشید، باید برنامه ریزی بکنید، باید دقیق باشید، نمیشه بیگدار و آب زد، خصوصا اینکه بخواید از یک کشوری به کشور دیگه مهاجرت کنید. خب همه اینا مستلزم اینه که تلاش کنید، یعنی باید صرف نظر از برنامه ریزی تلاش میخواد، خصوصا مهاجرت بیه. بعد من توصیه میکنم اگر از شهر خودتون میخواید به تهران یا به استانهای پرجمعیت تر جهت کار و اینا مراجعه کنید، حتما برنامه ریزی کنید. یا اگر از ایران میخوان به جای دیگه برن، باید حتما به قول خودمون یه دو تا چهار تا بکنن، ریسک نکنن، دوچار، یعنی طوری برنامه ریزی کنن که دوچار شکست نشن. اگه دوچار شکست بشن، پلهای پشت سر خودشون هم خراب کردن و متاسفانه دوچار یه بحران روحی شدیدی خواهند شد. اینه که من توصیه میکنم حتما قبل از اینکه مهاجرت بکنن، ضمن برنامه ریزی با اشخاصی که در این خصوص اطلاعاتی دارن، فامیل، دوست، آشنا، وکیل، مشاوره یا هر شخصی که دانش کافی در این زمینه دارن، از اونها اطلاعات و اینفورمیشن کافی بگیرم و بعد وارد گود بشم.